همه دوست دخترهای کریستیانو رونالدو از گذشته تا کنون کریستیانو رونالدو بازیکن ستاره فوتبال جهان از گذشته تا امروز دوست دخترهای زیاد و مختلف داشته است در ادامه این ویدیو قصد داریم که با دوست دخترهای او بیشتر آشنا شوید پس ما را همراهی کنید و نگفتن که چینل یوتیوب فایقه یعنی چینل ما را هم سبسکرایب کنید و کامنت های انگلیسی بگذارید و با دوستانتان چینل ما را به اشتراک بگذارید و البته که لایک یادتان نره ممنون که ما را حمایت میکنید کریستیانو رونالدو بازیکن ستاره دنیا از گذشته تا امروز رابطه های زیادی را با دختران مختلف داشته است و وی عکس هایی نیز از دوست دختران خود به اشتراک گذاشته است ستاره خوش اشتهای النصر با بانوانی چون یوس آلوارز مدل و مجری چل ساله اسپانیایی و حتی نیکول منتی نامزد سابق برلوسکونی مالک باشگاه میلان نیز رابطه داشته است مرچ رومرو مرچه رومرو از جنوری سال 2005 میلادی تا سپتامبر 2006 با رونالدو در ارتباط بود و پس از جدایی با او آسیب روحی و روانی شدیدی به وی وارد شد و تا مدتها گریه میکرد کرد. گما ادکینسون که ما انگلیسی زاده 16 نوامبر 1984 در بری شهر منچستر در انگلستان یک هنر پیشه مدل و مدل لباس زیر زنانه اهل بریتانیا است او در سال 2007 با رونالدو وارد رابطه شد و بعد از مدتی کوتاه نیز این رابطه پایان یافت نریدا گالاردو نریدا گالاردو مدل مانکن اسپانیایی و نامزد سابق کریستیانو رونالدو که از ابتدای سال 2008 تا آخر تابستان همان سال با رونالدو در ارتباط بود در مصاحبه ای با یکی از شبکه های کشور اسپانیا به نام چنل آنتنا در مورد دورانی که با کریستیانو رونالدو بوده و در مورد پایان رابطه اش سخن میگوید بعد از شب آخری که با رونالدو بودیم کریس مرا ترک کرد فردای آن روز رونالدو همراه با برادرش طبق معمول برای گردش به بیرون از خانه آمده بودند من آنها را اتفاقی در خیابان دیدم خواستم غافلگیرشان کنم به همین منظور اسمزهایم هایم را چک کردم و شمارش را یافتم به او زنگ زدم ولی یک دختر جوان گوشی را برداشت و به من جواب داد از آنجا فهمیدم که کریستیانو رونالدو با کس دیگری رابطه دارد چون رونالدو گوشیش را به هر کسی نمیدهد گویا رونالدو به خاص خانواده اش از من جدا شده زیر آنها نسبت به من حسودی می کردند. در پای افزود، به نظر من کریستیانو رونالدو آدم ترسو و نامردی است و رفتارش حاکی از آن است که هنوز به بلوغ کامل نرسیده است پاریس هیلتون زاده 17 فبروری 1981 یک هنرپیشه، مدل، شخصیت رسانه‌ای، اجتماعی، تاجر، مدل، خواننده و بازیگر آمریکایی است. او نوه کنراد هیلتون مؤسس هتل های هیلتون است. هیلتون که در شهر نیویورک متولد شد و در آنجا و در بولی هیلز کالیفرنیا بزرگ شد برای اولین بار در اواخر دهه 1990 توجه روزنامه ها را به خود جلب کرد. زمانی که در صحنه های آخر شب نیویورک تبدیل شد. او در 19 سالگی وارد مدلینگ شد و با آژانس ترامپ مدل مدیریت ترامپ قرارداد امضا کرد کیم کارداشیان کیم کارداشیان بلاگر و مدل مشهور آمریکایی یکی از جالبترین افرادی است که گفته می شود فوق ستاره پرتگالی با آنها در ارتباط بوده این دو نفر سال 2010 و پیش از ارتباط کارداشیان و کانیه در مقطعی کوتاه با هم بودند ایرینا شایگ ایرینا شایگ در یمانجلینسک شوروی سابق به دنیا آمده است و ای با فعالیت در عرصه مدلینگ و شهرت رسیده است اما هواشی زندگی شخصیش او را همواره در صدر خبرها قرار داده است از سال 2009 زمزمه های ارتباط ایرینا و رونالدو در برخی از رسانه ها مطرح شد سال 2010 این زوج رابطه خود را علنی کردند تا سال 2015 با یک دیگر زندگی می کردند. ایرینا پس از جدایی از رونالدو گفت بدون وفاداری و صداقت انگیزهای برای زندگی مشترک باقی نمیماند رونالدو در واکنش به این صحبت ایرینا گفت ایرینا تا ابد دوست من خواهد بود و برای او آرزوی موفقیت می کنم. شایک به دلیل اختلاف با مادر و خواهر رونالدو نامزدیش را با این فوتبالیست برجسته به هم زد. لوسیا ویالون هنوز یک هفته از جدایی رونالدو از نامزد روسیش نمیگذشت که خبر رسید این فوتبالیست پرتغالی با یک مجری اسپانیایی ارتباط را آغاز کرده است زن جدید زندگی رونالدو لوسیا ویالون نام داشت و البته این رابطه چندان طولانی نبود ایموجن توماس دیزری کوردو جردنا جاردل لوانا بلتی سوریا چاوز کارینا فررو و بیپاشی باسو هم از دیگر افرادی هستند که رونالدو در مقاطعی پیش از زندگی با جورجینا رودریگز با آنها قرار میگذاشته است جورجینا رودریگز فوق ستاره پرتگالی اکنون نه سال است که با جورجینا زندگی میکند و آنها حتی در جریان پرونده کاترین مایورگا هم پشت یک دیگر ایستادند و رابطهشان دوچار خدشه نشد و هم اکنون نیز صاحب فرزندانی نیز هستند. سپاس از اینکه تا اینجای کار با ما همراه بودید برای دیدن ویدیوهای بیشتر چینل ما را سبسکرایب کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید و کامنت انگلیسی و لایک یادتان نره سپاس از حمایتتان تا ویدیوی بعدی خداوند نگهدارتان